إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برادران و خواهران عزیز در اسلام، ما شما را خوش آمدید میگم با سلام زیبا و دلنشین اسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمنا دارم که همه تان در خیر و عافیت باشین و از ساعت کامل برخوردار. باز هم نوبت میرسه به سلسله برنامه های ما در بایبل یا کتاب مقدس، که مسلسلی قبلی را که ما شروع کرده بودیم که در ارتباط پورنوگرافی در بایبل بود، او را میخواییم ادامه بدیم. و ما برای شما گفته بودم که میرسیم انشالله در بخش که غزل های سلیمان یا غزل های سلیمانی است. البته این کتاب، کتاب غزل یا غزل های سلیمان، 8 چپتر داره، یعنی 8 فصل داره. بسیار کم است، بسیار کم است. فقط من شما نشان بدم، یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه، یعنی 6 روی است. این قدر است، یکی، دو، سه. هیچ کار که نمی کنین، حداقل این کتاب یک دفعه بخونین، از روی بخونین. شما فارسی می فهمین. یک وقت بود ما همیشه عذر داشتیم، میگفتیم که اوکی، میگفتیم که انگلیسی نمیفهمیم، آلمانی نمیفهمیم. یا رفتن پیروان بایبل گفتن خوب نمیفهمین، ما براتون میگیریم ترجمه میکنیم. اینا زحمت کشیدن و بایبل ترجمه کردن، بر ما دادن لقمه تیار، گفتن اینا بگیرین سر از ایمان بیارین. آمدن در بگرام برای کلگی تقسیمش کردن بر لسان پشتو داری. ما گفتیم خیر، ببینیم خوب کار کردن که تقسیم کردین اینا، بیایید که بخونیم یک دفعه چی است. ما خواندیم این غزل های یا کتاب غزل های سلیمانی یا سلیمان رسیدیم. اینا ل ایره میخوانیم و پس از خودشان پرسان میکنیم، میگیم که این چی است. البته نویسنده اینمی شش روی معلوم نیست، یعنی اینمی شش روی که دیجه است، یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه، نویسنده زیاد معلوم نیست. خودشان رو پرسان کنیم، میگم ما نفهم نویسنده دی کیست. خب مقصد به نام غزل های سلیمان یا سلیمانی ما مشناسیم شد. در ابتدای کتاب نشته کردن غزلی از غزل های سلیمان که از آن سلیمان است، یعنی ارتباطش میتن به سلیمان علیه السلام. حالا کل حال ما میفهمیم که همچون چیز مربوط سلیمان علیه السلام نمیشه. سلیمان علیه السلام پاک و مبراست از همچون خرافات، از همچون بدبختی ها و از همچون تهمت ها. اما چون شما میگین غزل های سلیمان، ما میگیم که بیا که غزل های سلیمان رو بخونیم که چی نوشته است. درست؟ در اینجا در چپتر اولش وقتی که شما برین آیت دوی، قصه دو عاشق معشوق است. عاشق معشوق یعنی محبوبه نشته کردن، باز محبوب نشته کردن، که یکی محبوبه میگه و باز محبوب میگه. مثل از اینکه مثلا شیر شکری ایشته باشه ای طرف بگه، بازو از این طرف بگه دیگه. یا شما سعی کنید چی رقم میگن، میگه که آیت دوش میگه او مرا محبوبه، میگه او مرا به بوسه های دهن خود ببوسد، یعنی به لبای ما بچوشه، بلیسه یا بمکه یا هر رقم شما میگین، میگه او مرا به بوسه های دهن خود ببوسد. خب زیرا که محبت تو از شراب نیکوتر است. محبوبه به محبوب خود میگه، یعنی به طرف مقابل که مرد است به اون میگه. عطرهای تو بوی خوش دارد و اسم تو مثل عطر ریخته شده میباشد، بنابراین دوشیزگان تو را دوست میدارن. او دیگه زنام که از دیگه دخترام که از وام تو را دوست میدارن، از چی خاطر که نیست صفات داری. مرا بکش تا در عقب تو بدویم، پادشاه مرا به حجله های خود آورد، از تو وجد و شادی خواهیم کرد.
محبت تو از تو را از شراب زیاده ذکر خواهیم نمود. تو را از روی خلوص دوست می دارن. باز او باز میگه که ای دختران اورشلیم و من سیافام اما جمیل هستم. باز خود صفت میکنه مثل خیمه های قیدار و مانند پرده های سلیمان و بر من نگاه نکنید چون که سیافام هستم زیرا که آفتاب مرا سوخته است. پسران مادرم بر من خشم نموده و مرا ناتور تاکستان ها ساختن اما تاکستان خود را دیدبانی ننمودم. ای حبیب جان من مرا خبر ده که کجا میچرانی، یعنی گوسفندا و گله و یایتا، و در وقت ظهر گله را کجا میخوابانی. خب یعنی که باز بیه پیشش. باز محبوبه در آیت دمی چپتر اول در آیت 13 میگه محبوب من مرا مثل تبله مر است که در میان پستانهای من میخوابد. یعنی میگه محبوب من مثل تبله مر است که در میان پستانهای من، در بین دو سینه من میخوابه، خواه میکنه بوجه. آیت 16 میگه که این که تو زیبا و شیرین هستی، این که تو زیبا و شیرین هستی، من و تخت ما، ای محبوب من و تخت ما هم سبز است. خود تخت ما سبز، تو زیبا و شیرین هستی، چی؟ تفصیل به تا پیروان بای، بلکه بازی چی گپ میشه؟ یک مرد میگه یک زن در بایبل که تخت ما سبز است، تو هم زیبا و شیرین هستی، بیا دیگه چی گپ میشه، چی کار میشه؟ وقت پیش بریم در چپتر دو میرسیم. باز و بازی تعریف میکنه و محبوب تعریف میکنه و محبوب تعریف کرده میره. شما وقت داشتین گفتم کلشه بخونین. در آیت 5 چپتر 2 وقتی که بریم میگه مرا به قرص های کشمش تقویت دهید و مرا به سیب ها تازه سازید. محبوبه میگه زیرا که من از عشق بیمار هستم، از عشق بیمار هستم، دست چپش در زیر سر من و دست راستش مرا در آغوش میکشد. دست چپش یعنی دست چپش در زیر سر من است و دست دیگه‌ش هم میگه مرا تو در آغوش کشیده. قصه های یعنی غزل های سلیمانی نمیماندن، این نمیماندن قصه های سکسی سلیمانی اتو میشد. این بهتر بود غزل، همچون چیز غزل برش بگویی ما، یعنی بر ما عجیب است. حال پیشتر بریم دگام بعض چیزای از این خشمتر و زشتر آمده میره. باز در آیت اول چپتر 3 میرسیم. در اونجا میگه شبانگاه، باز محبوبه میگه شبانگاه در بستر خود او را که جانم دوست میدارد. با شما سعی کنید که محبوبه کی است آخر. خود بایبل میگه که محبوبه کی است. و اگر فهم ما از بایبل درست نیست بر ما بگوین خوخید. شما چی میفهمین از این آیت که دیجه میخواین؟ این پیروان بایبل شما ازش پرسان کنین که شما چی میفهمین؟ یعنی بسیار یک کار آسان، یک کار ساده است. بایبل باسکو برد عهد عتیق در غزل های سلیمانی یا سلیمان 3 صفحه است. این کارم کرده نتانی و خوانده نتانی و از فشار پرسان کرده نتانی دیگه، یعنی که بسیار انسان تنبل باید باشی. میگه شبانگاه در بستر خود او را که جانم دوست میدارد طلبیدم. محبوب خود محبوبه میگه او را جستجو کردم اما نیافتم. میخواسته که بیارش در بستر خود دیگه شو، این هم تو مثال وار شو نا وقت است و میخواه که محبوب خود بیاره و هرچی میپاره نمیافیش. گفتم الان برخواسته در کوچه ها و شواری شهر گشته. میرم دیگه حال نمیشه، در کوچه ها میگردم تا ایره پیدا کنم. او را که جانم دوست میدارد خواهم طلبید، او را جستجو کردم اما نیافتم. باز نیافته شد. کشیکچیان یعنی کسایی که کشیکچی ها که منظورش است کسایی که در شهر پیرداری میکردن یا کسایی که مثلا در اونجا گشت و گذار میکردن، والله عالم که کیست. خب کشیکچیان که در شهر گردش میکنن مرا یافتند، ایره پیدا میکنن. گفتم که آیا محبوب جان مرا دیدید؟ محبوب جان مرا دیدید؟ از ایشان چندان پیش نرفته بودم، او را که جانم دوست میدارد یافتم. او را گرفته رها نکردم. محکمش میگیره کجا بودی؟ رهایش میگه نکردم تا به خانه مادر خود. میارش دیگه کش کده هم مردکر هرکی کس در افغانستان یک گپ منفی داشتن، نه؟ میگفتن که یکی خب با آلمان ها اینجا میگن که رفیقم هست، مثلا میگه که دوست آل در افغانستان خب میگن دوست پسرم هست، یا مثلا در ایران میگن دوست پسرم هست.
در اصل اینه میگه باز میگفتن در افغانستان سابقا که بود ما که شنیده بودیم از بزرگا پیچه سفیده و موی سفیده خود لندهش هست لنده خود چی میکنه ایره کش کرده میاره در حال خب عادی ساختنش نه یک چیز دوست به سر و دوست دختر و ایگه پا بسیار تو نامای برش مفشن و نامای یعنی مدرن برش دادن که هیچی تو انسان فکر بد نکنه دوستش هست خود دوست پسرش هست دیگه دوست دخترش هست کلگی داره دیگه مشکل نیست نه این لنده خدا چی میکنه؟ کش میکنه و گفته مدرن اما رفیق خدا دوست پسر خدا این کش میکنه در کجا در خانه مادر خود نه به خانه مادر خود و به حجره والده خشت در آوردم کش کده رو داخل میکنه بازی بر ما پیروان بایبل تشریح بده که بازی که داخلش کرد چی کرد ایش نشته نیست بود بازو که داخلش کرد چی کرد بازش تنام قنشته سای دختران اورشلیم شما را به غزلها و آهوهای صحرا قسم میدهم که محبوب برای تا خودش نخواهد بیدار مکنید و بر من انگیزانید اینی نشته است اما در او داخل خانه مادر که داخل کرد چی گذشت ایر بر ما تشریح کنید درست؟ خب پیش میریم همی چپتر چار باز محبوب میگه دیگه اینجا شروع شد محبوب تالخ محبوبه رو میخواندیم محبوب چی میگه؟ دایت پنج چپتر چار میگه دو پستان تو دو بچه توام آهو میباشد که در میان سوسنها میچرند دو پستان یعنی تعریف چی رو میکنه دو پستان میکنه دو پستان محبوبه خدا آیت هفتش میگه ای محبوبه من تمامی تو زیبا میباشد خب در تو عیب نیست خیلی خوب بیا با من از لبنان ای عروس با من از لبنان بیا از قله امانه از قله شنیر و حرمون از مغاره های شیرها و از کوههای پلنگها بنگر ای خواهر و عروس من ای آخر کی میبره؟ ای آخر خوارش میبره خود بایبل گفته ای خواهر و عروس من یعنی در افغانستان یک وقت گرچه در اسلام جواز نداره اما در افغانستان اگر یک وقت فکرتان بوده باشه یک کس خوار میخوان نه؟ دختر کاکای خود خوار میخوان مامای خود خوار میخوان یا ما سمسایی خود خوار میخوان یا یک کس بیادر میخوان خورخونده و بیادرخونده کس چیزا در اسلام نیست اما امورم با مو فرهنگی که داشت با مو یعنی اعتقادی که داشت که نمی خوارم از خورخونده مسته خورخونده میره با مو مگه کس به چشم بد به او دختر میدید این مرد حساسیت نشان میداد می خوارم هسته تو امکان داره حالا اینجا رسای کنین که بایبل چقدر خوبش آرام یک کس چی میگه میگه ای خواهر و عروس من دلم را با یکی از چشمانت و با یکی از گردنبندهای گردنت را بودی یعنی تقریبا پنج بار دمی دو چپتر ای خواهر و عروس من ذکر شده اگه یک بار میگفتن میفتن خو خیر یک بارت من اشتباه کردم این نفر که هرکی که بوده که غزلهای سلیمانی را یا غزلهای سلیمان را ناشته کرده اشتباه کرده دو دفعه، سه دفعه اشتباه، چهار دفعه اشتباه، پنج دفعه اشتباه، چی رقم اشتباه باشه؟ اگر تو باشه بایبل سر و سر از اشتباه است، بکشین یا آیتش ازش. من میگه ای خواهر من آیت ده چپتر چار، ای خواهر و عروس من محبت‌هایت چی بسیار لذیذ است، محبت‌هایت از شراب چی بسیار نیکوتر است و بوی عطرهایت از جمیع عطرها، ای عروس من لبهای تو حال دیگه شروع میکنه کل جایش که اینجا تن تر از اینجا تن تر از تشریحات میده ای عروس من لبهای تو عسل را میچکاند زیر زبان تو عسل و شیر است و بوی لباست مثل بوی لبنان است باز میگه آیت دوازدهش خواهر و عروس من باغی بسته شده است چشمه مقفل و منبع مختوم است نهالهایت بستان انارها با میوه های نفیسه و بان و سنبل است اوکی باز میره باز محبوبه چی میگه ای باد شمال برخیز و ای باد جنوب بیا بر باغ من ببست تا عطرهایش منتشر شود محبوب من به باغ خود بیا و میوه نفیسه خود را بخور یعنی اونجا تشریح میده که اینجا انار وارست اینجا سیب وارست بوید اینجا عسل وارست اینجا دی وارست باز پس محبوبه چی میگه بیاد اگر نام کلشه بگی بخور بگی بخور چی رو بخور سعی کنید باز در چپتر پنجم باز میگه دایت اولش ای خواهر و عروس من
به باغ خود آمدم. حال دیگه میگه در باغ خود اینا آمدم در باغ خود اولی میگه که اینجا تینی میوه وارست اینجا تینی میوه وارست سینای تینی میوه وارست. باز باز اون میگه محبوبه برش میگه که بیاد که خیلی میوه گفتی حالا بیاد که کلش بخو. بازی میگه این آمدم دیگه این باغ جور کرده این دختره باغ وارد جور کرده که دست تینی میوه وارست اینجا تینی میوه وارست. بازی میگه خب بیاد که نال در باغ بیا کلش بخو. خب باز دایت دوی امی چپتر پنج بازم اینجا کلمه ازی آمده که ای خواهر من او را می دفعه نگاه کنین ای خواهر من. وقتی پیش بریم در چپتر پنج در آیت هشتش برسیم میگه ای دختران اورشلیم شما را قسم می دهم که اگر محبوب مرا بیابید و ای را گوید که من مریض عشق هستم. مریض چی هستم؟ مریض عشق هستم. اینه کی میگه؟ ایره محبوبه میگه. خواه محبوبه مریض عشق هستی خیلی چی کنم؟ اینال محبوب چی میگه برش؟ در آیت پنج چپتر شش برتان میخوانم میگه مویهایت مثل گله بزها است. باز آل مویش تعریف میکنه. باز میگه در آیت ششش دندانهایت مانند گله گوسفندان است. این مچم چی رقم تعریف است؟ خب بازم تعریف کرده میره. در آیت هفتش میگه شقیقه هایت میگه مثل پاره انار است. وقتی پیش میریم بازی محبوب در آیت اول چپتر هفت حالا برتان میخوانم میگه ای دختر مرد شریف اینال دیگه خوب صحیح دیگه تعریف شروع میکنه پایهایت در نعلین چی بسیار زیباست. ای دختر دیگه کی بود؟ امو خواهر و عروسش. حلقه های رانایت حالا شروع که دیگه رانایش تشریح میکنه بالا رفته میرم تو رانایش تشریح میکنه. حلقه های رانهایت مثل زیورها میباشد که صنعت دست صنعتگر باشد. حالا در آن رسیده بود حالا کم دیگه بالا میره بالا میره یکم جای مخصوص که سور تشریح نمیکنه دیگه کل جاش تشریح میکنه. میگه ناف تو ناف تو نافت نافق میفهمی ناف تو میگه امو خوار روسش که است نافت میگه ناف تو کاسه مدور است که شراب ممزوج در آن کم نباشد. بر تو توده گندم است که سوسنها آن را احاطه کرده باشد. دو پستان تو باز میگه دو پستان تو دو سینه تو دو پستان تو مثل دو بچه توأم فعال است. گردن تو مثل برج عاج و چشمانت مثل برکه های هشبون نزد دروازه بیت ربیم. بینی تو مثل برج لبنان است که به سوی دمشق مشرف می باشد. بر تو مثل کرمل و موی کرمل و موی سرت مانند ارغوان است و پادشاه در طره هایش اسیر می باشد. ای محبوبه چه بسیار زیبا و چه بسیار شیرین به سبب لذت ها هستی. میگم این قامت تو مانند درخت خرما و پستان هایت او پیشتر خود گفت که پستان هایت گفت دو پستان تو مثل دو بچه توأم غزال است. آلی چی میگه؟ میگه این قامت تو مانند درخت خرما و پستان هایت مثل خوشه های انگور است. خوب متوجه باشین خوشه انگور است. من نفهم که ما خب بازار یک رقم انگور داریم در شمالی کدامش میگه کشمشی را میگه شنگلخانی را میگه حسینی را میگه یا قنداری را میگه سیاه بوده او رقم والله عالم. خب میگه این قامت تو مانند درخت خرما و پستانهایت مثل خوشه های انگور است. یعنی دو سینه مثل دو خوشه انگور است. حال خوب دقیق شد کجا میرسه. گفتم که به درخت خرما بر آمده. اول خودش گفت قدر درخت خرما است. آل نالی دیگه بالا میشه سرش سرمو درخت خرما چی میشه؟ گفتم که دمی درخت خرما بالا شام یک دفعه. یعنی سرت بالا شام. خب گفتم که به درخت خرما برآمده شاخهایش را خواهم گرفت. شاخها حتما منظورش دستایش از دستای زیر مکم بگیرم دستایت را بگیرم یا شاخهایش را بگیرم خوشه های انگور. گفتم که به درخت خرما برآمده شاخهایش را خواهم گرفت و پستانهایت مثل خوشه های انگور و بوی نفس تو مثل سیب ها باشد و دهن تو مانند شراب بهترین برای محبوبم که به ملایمت فرو رود و لبهای خفتگان را متکلم سازد. باز محبوبه چی میگم؟ من از آن محبوب خود هستم و اشتیاق وی بر من است.
آرچی که میگی دیگه تو آل شوقت آمده. بیای محبوب من به صحرا بیرون برویم و در دهات ساکن شویم. بیا دیگه بریم دیگه ای میدان تا ای میدان و صبح زود به تاکستان ها برویم و ببینیم که آیا انگور گل کرده است. بیشتر خود گفت که دو سینت مثل دو خوشی انگور است. میگه بیا دیگه نارم در تاکستان ها بریم باد بی که انگورای ما گل کرده یا نه. خب یا دیگر رقم معنا میده یا امیر رقم معنا میده. خب پیشتر به خاطر تعریفش کرد خودم و محبوبش گفت که دو پستانت مثل دو خوشی انگور است. حالا پس محبوبه برش میگه بیاد اگه بیرو بریم از خانه و یا دور در سرا در پیش بیخکای کوگکا و جا در جای خلوت بریم باید ببینیم که انگورا گل کده یا نکده. کدام انگورا گل کده؟ خامو انگورا منظور شده اتمن. آیا انگور گل کرده، گلهایش گشوده و انارها گل داده است، در آنجا محبت خود را به تو خواهم داد. خب دایت اول چپتر هشت آخرین چپتر شبرتان میخوانم. میگه کاش که مثل برادر من که پستانهای مادر مرا مکید میبودی. کاش میگه اونو آره میبودی که پستانهای مادر مرا میجوشید چیر میخورد. کاش کنات میبودی، یعنی کاش که او رو سر موتو میامد. تا چون تو را بیرون میافتم، تو را میبوسیدم و مرا رسوا نمیساختی. تو را رهبری میکردم و به خانه مادرم در میآوردم. قبل پیش از پیش خود خانه مادر خود یفه برده بودش، حالا باز می بردش در خانه مادر خود. تا مرا تعلیم می دادی، تا شراب ممزوج و عصیر انار خود را به تو می نوشاندم. عصیر انار خود، یعنی یک دفعه سینایش تعریف کرد برش، گفت که مثل خوشی انگور است. یک دفعه گفت مثل دوپستان که توام غزال است. یک دفعه مثل انار شد. باز اون امور برش چی می کرد؟ می نوشاند. دست چپ او زیر سر من می بود، باز دست چپ تا زیر سر می ماندی و دست راستش مرا در آغوش می کشید. باز جالبش دیست که دمی چپتر ای یک خوارم داره، امی خود امی محبوبه یک خوارم داره. ای خوار خود دیگه چی میگه؟ از این سینایش مثل خوشای انگور واره بود کتا کتا. اینال از خوار از ای چی رقم است؟ میگه که ما را خواهر کوچک است. آیت اشته چپتر اشته براتان میخوانم. که پستان ندارد، هیچ سینه میگه نداره، خوار کوچک داریم پستان نداره. به جهت خواهر خود در روزی که او را خواستگاری کنن چی بگوی؟ چی بکنیم؟ یک روز که میگن آل کس بیایی را خواستگاری کنش تو کنیم. یک آل امی آیت بایبل اگه دواله باشه، یک کس مثلا آلمان ها را ببینی که کسش مثلا امی سینه و چیزا نداره، میره ساختگی برای خود میشانن یا مثلا یک رقم چیزاست از دم جای لباس کسای کار میکنن، یک رقم چیزاست که مصنوی و رس که تو بانه هیچ کس نمیفهمه. خب ما هم برزی ها اگه او وقت میبودیم پیشنهاد میکردیم، یا اگه حال میبودن پیشنهاد میکردیم کنت یک ساختگی برش باندیم. یعنی قدر مردم قدر دقیقت چیزا فریب دادین، یعنی که یک خوارتان که پستان نداره که برش یک پستان ساختگی بانیم دیم کدام مشکل نخواد برتان باشه. مدام پایین شما شکریم برش ساختگی بشانین. گفتم باز محبوبه چی میگه؟ در چپتر دهش میگه من دیوار هستم. دیگه حالا خود دیوار ساخت. پیشتر درخت خورما ساخته بودش که سرش بالا شد، از شاخهایش گرفت انگورش خورد. حالا میگه محبوبه چی میگه؟ من دیوار هستم و پستانهای مثل برج ها هست. یک دفعه پستان از انگور مثل خوشی انگور میشه، یک دفعه مثل دو بچه توام غزال آهوی غزال میشه، یک دفعه مثل انار میشه، یک دفعه حالا چی شده؟ مثل برج ها شده. از این پستان شما چی جور کردین دی بایبل؟ این پستان است یا کادان؟ پیروان بایبل شما بر ما بوین که چی هسته؟ یعنی عجیب است، عجیب. میگه که من دیوار هستم و پستانهایم مثل برج ها هست. لحاظ و در نظر او از جمله یابندگان سلامتی شدم. باز محبوب چی میگه؟ دعایت آخرش که تقریبا دعایت یکی قبل از آخر دعایت 13 محبوبه که در باغت می نشینی رفیقان آواز تو را میشنوند، مرا نیز بشنوند. یعنی عجیب است، عجیب است بایبل. ای بود غزل های سلیمانی و ای هم بود بایبل و ای هم از پیروان بایبل که از یک سینه یک دفعه خوشی انگور جور میکنن، از یک سینه یک دفعه بچه آهو جور میکنن، از یک سینه یک دفعه برج جور میکنن، از یک سینه یک دفعه انار جور میکنن. یعنی انسان ایران میمونه که با اینی چیزا یا مردم میگیرن غسل تعمید میتن، انوز هم یا مشتری دارن.
با این چیزا یا مشتری پیدا میکنن. شما فکر کنید با اینی کتاب، با اینی چیزایی که داخل عزیز، یا مردم ها چی میکنن؟ دهی جذب میکنن. یعنی چطور عقل باشه، چطور منطق باشه که دعوتش بیتی به این کتاب و این کتاب قبول کنه دهی عصر که ما زندگی میکنیم. و اینا میگن که قرآن، میگن قرآن اینی نمیگن، اینی کتابه، اینی کتابه میگن، میگن قرآن این از این کتاب کپی شده، این از این کپی شده، قرآن از این کپی شده. خب ما برزی ها میگیم که اینمی غزل های سلیمانی امیال بر شما خواندم، تقریبا نیم ساعت است که ما درباره 8 چپتر غزل های سلیمانی صحبت کردم. و یا همین لکچر های پورنوگرافی رو شما تعقیب کنین، ما نمیگیم کلشه، میگیم یک چیز کپی شده باشه. ما میگیریم اینجا یک ورق دارم، میگیریم در کپی میمانم، کپیش میکنم، یک کم خیره میه از اصل کده معلوم میشه که این کپی شده، اما نوشتش خوانده میشه، امضایش دیده میشه، مگر کپی است. بعض کسا بر دفاتر یا خود همیشه اصل مثلا به نفر که میتن کپیش نگاه میکنن. خب حالا من میگم که از همین پورنوگرافیا در بایبل که هست، یک دانش شما در قرآن بر ما نشان بدین، یک آیتش نشان بدین. بگیرین این پستان امی دختره که یک دفعه برد شد، یک دفعه انار شد، یک دفعه انگور شد، یک دفعه بچه او شد، یک دانش همی نشان بدین بر ما در قرآن. پس چطور شما میگین که کم بیشین نمرشن؟ هرمتو میکنن کتون. محمد میگه صلی الله علیه وسلم، نخونه میگن تو بیادب هستن. میگن که محمد با بسیار کمال بیادبی و تمسخر قرآن از بایبل کپی کرده، از یهودا و نصرانی ها کپی کرده. کما تو که گفت بگو خو، میگه واسه که برش کتاب بخوان، بگو اینی قرآن نشان بده برم. مثل که یک روز یک دکتر دیگه دکتر شده بود، یک نفر فکر کرد که دکتر شده جامعه کمالات شد، آمد خیلی ما دعوت میدادم، یک ملحد بود، بیدین بود، دعوت میدادم به اسلام. این میگه که نه، قرآن که تو میگی این در یک جایش نوشته است که همسایه تا عزت کن، در یک جایش نوشته است که همسایه تا که چاقو دی. گفتم خب، گفتم حالا هیچ یک کتاب بوده که هیچ ما نمیفهمیدم سر از این کتاب، چی رقم کتاب است؟ خیلی ما با از امی روز گفتم ما دیگه سر از این کتاب هیچ دیگه باور نمیداشته باشه مگه تو باشه. تون راست میگم بترس که فاها میترس خواه فاها. با کتاب قرآن کاپیش پیشم نبود، از آنلاین برش کشیدم، کمپیوتر پیشم بود. گفتم بگی همه آیت بر ما تو نشان بده. اینه که ما تو گفتم شاید که هیچ کس نگفته باشه شی رقم. ها نه گفتم بر ما آیت نشان بده دیگه. خب ما روز سباب میرم دیشم میتراشم دیگه، چی کنم که سر این کتاب ما باور داشته باشم که رقم در تضاد باشه؟ یک جایی گفته باشه همسایت احترام کنه، دیگه جایی گفته باشه باز همسایت که چاقو بزن. گفت نه خاله یاد تو شد. گفتن تایکو یک چیزی رو که نمیفهمی، یک چیزی رو که نخوندی، یک چیزی رو که باز نکردی، هنوز ندیدی، شوال دفعه شاید باشه که برات نشان دادم، همچون تهمت بسته نکو بالاش. سرش پایین مان میگه خو خیر، چند دفعه سرش تاکید کردم قبول کرد که خب خیر مال دیدن، یک مثال دادم، این مثال اشتباه است، خودت راست میگی. گفتم سایکو اول مطالعه کن، بخون باز کدام سوال که داشتی بیا پیش ما که ما برات سوال تا حل کنیم. در غیر از او تهمت کردن بالای یک کتابه که یک شخصی از او آگاهی داره و پیش روی نشسته، این جرات باید بر خود نتی. دیگه نال عزیزای ما، ما از شما تقاضای میس که شما باور کنید چیزا رو که ما براتون میخوانم، شما شاید خنده کنید، خود چی میگه ناق وقت ما رو ضایع میکنه. نه، و میلیون ها انسان است که بالای نمی چیزا ایمان داره و کوشش میکنن که میلیون ها انسان دیگر هم دهی دعوت بتن، با میلیون هزارها لسان و با میلیون ها کتاب ازی چاپ کردن، در سر سر دنیا پخش کردن. در هر هتل که میرین، در هر هتل که در اروپا برین، روا که میشه که باز کنین یک تنه بایبل پیدا میکنین، شما برین تجربه کنین. در هر هتل که میرین روا که میشه باز کنین پیدا میکنین، در هر شفاخانه که برین شما ایره پیدا میکنین. او شفاخانه که مربوط کلیسا و اینا میشه، او خب
فول است. اما شما در شفخانه که برین که رواق پاس کنین یک بای بل برتان مندگی است. یعنی شما میگین که شاید بعض کسا بگه چی کنی مالی بر ما چی میگه؟ نه ایره حد اقلمی سه صفیه زیر خوب بفهمین، سه صفیه زیر خوب بفهمین که یک نفر شش گفت که محمد صلی الله علیه وسلم قرآن از بایبل کپی کرده، بگه اینه غزل های سلیمانی ما نمیگیم، نمیگیم کلشه یک دانشه با منظرت یک دانشه بر ما نشان بدین، یک دانشه کلش ما نمیگیم و هیچ کار کرده نمیتونی. بعض اوقات انسان یعنی دعوتگر است، بعض اوقات شاگرد یک دعوتگر است، بعض اوقات عالم است، بعض اوقات ببینید حلقه یک عالم باید نشسته باشه، بعض اوقات عالم است، بعض اوقات بخی آسان ساده برتان بگیم نوکر یک عالم است، نوکر یک دعوتگر است. هیچ کار که کرده نمیتونین علمایتانه کوشش کنین که هم از نگاه امنیتی محافظت کنین، هم از نگاه اقتصادی حمایت کنین، از هر نگاه که میتونین. هیچ کار که کرده نتونستی، هیچ چیز در توانت نبود، نمبر واتساپ شک پیدا کردی، یک پیام برش بده، یک پیام صوتی برش بان بگوی نمی فلانا ویدیو تیده ماشاءالله تبارک الله، الله خیرت بده، الله جزای خیر بده، دعا که خودش دعا که اهلش دعا که یک نیرو میبخشی برسو، یک قوت میبخشی برش، ویدیوهاش شریک بساز. یک کس که دوباره چیز میگفت نمانش که چیز بگویه، دفاع از عالمت، این کار باید بکنی. آره شما فکر کنید بعض کسا حتی از افغان یک کس به امرای من بس گفتگو میکرد، همیشه هرچی میگفتن دلیل قبول نمیکرد. این خبر شد که ما از سید هستم در قوم سادات. خود چی؟ حال سید هستم سادات هستم چی؟ بیای مردم دوستای من ماچ کرد من سید هستم، حالا بری بر من گوسفند بری گاو بری ای بری ای بری. اگر می کارم میکردم باور که مردم یک تعداد خوش میداشتن، واه چه خوب یک نکو کرد یک سید است که میریم پیشکش که گپکای شیرین میزنه، گپکای خوب میزنه، کس پیش ما مرغ میخواه و گوسفند میخواه و دستکای شماچ میکنیم، یک پاک منظم شریف آدم از قراششته در حال کنون پیسه و از اون مرغ و گوسفند و اینمی و پاک صفا شده دستکایش پنباره قرار منظم ششته، اما تو که کسی سعی میکنه کسی سعی میکنه آوردین خوب کردین آوردین جایلا قرار کلشن میخوره ایچ خسید هست هست آقا اساس یک کس این از افغانستان همون نفر که من در بس گفتگو بود قبول نمیکرد، این که فهمیدی ایگه که ما سعید هستیم. بر ما دیگه روز پیام مانده که بگی مرا آقا صاحب بگی مرا به مریدیت قبول کن، باور کنی پیامایش هست به مریدیت قبول کن، برو استغفر الله برو گفت بودم همین رقم من که تو بس گفتگو میکنم که درای اشتباه روانستید یک از صوفیا بود، گفتم که همین رقم برات میگم که کارم اشتباه است، اگر من یعنی انسان می بودم که تو را به اشتباه دعوت بیدادم اولین کار که میکردم افتما بیا قبول است، حالا روان که 5000 افغانی برم یک ده نظر به واسه توانت یک 10000 جمع کده که مردمانم بگیره فلانه نفر در فلانه جای است مورید جلب جذب میکنه، خلاص دیگه در ظرف ده روز 1000 دانه مورید پشت استاد میبود. مورید یعنی یک کس که از جان خود از سر خود از همه چیز تیر است، اونم گفتم نوکر یک دعوتگر باش، اونو که بیم مورید تستم هر امر که برش میکنن اون انجام میده. حتی دمی افغانستان ات کسایی بودن حال من نام نمیگیرم، ات اشخاص افراد بودن که از اونمو کسی که میم موریدش هستم حتی از ناموس از استفاده کرده بودن، از ناموسش تا این سرحده به نام آقا و سعید و به نام ای و ای اونو چی یاد تان رفت لنده با او رقم از او همیل در اطراف های ما شما صدها دانه است که گیر نمی آید و گیر نامده و نمی تو کار خود ادامه می دن به نام آقا و میا و مثلا تاویزگر و جادوگر و فلان و فلان، فقط یک کار یاد گرفتنم سرش می ده که ملا فلانی مولوی فلانی خلاص، اینم از نام و نمو استفاده می کنم، مثل که یک نفر اید تبابت یاد نداشته باشه بردم سر یک لوا بزنه دکتر صاحب فلانی، از نام دکتر از نام تب استفاده کنه، یک نفر مثلا هیچ انجینری یاد نداشته باشه برنشته کنه انجینیر سه فلانی،
اونو رقم از ناموس مردم استفاده میکنن و هنوز هم هستن، صرف به نام چی؟ به نام که در سرش میزنه ملا فلانی. دیگه او اشخاص افراد که میگن ما مثلا مرید فلانی هستیم، حقدر یعنی کوشش میکنن، جد و جهد میکنن که با نام کسره که مریدیش میکنن امور خوش بسادن از پیش خود. الله سبحانه وتعالی را فراموش کردن، امون نفرم شخصه ایش بیار بره شوش بیار، چبلک کار داری، جراب کار داری، مرغ کار داری، گوسفند کار داری، فلان کار داری، فلان کار، کل شبش مهیا میسازن. قرار و آرام ششته منظم ویدیوش ما بینید در یوتیوب، قرار ششته پیشروش هم میرقصن، اونا هم ساز دول سر نای میکنن، هم رقص میکنن برش، قرار ششته و پیسار هم سرش میپرتن، باد کده میرن، پیسار در جیبکای خود درو میکنن، یک تعداد هم میرن در جیباش درو میکنن، فقط اینم دست خود نمت گرفته و ماج کده میره و در دست دیگه پیسا میته و در جیب کو، پیسا میته و در جیب کو. ما از شما هم چون چیز نمیخواییم، ما از شما تفکر میخواییم، ما از شما میخواییم که شما بیدار شوین و دیگران را بیدار سازین، بیدار بسازین دیگه کسا را. ما از شما میخواییم که شما بایبل یک دفعه همین یک کتاب شک برتان حداقل میگم بخوانین به لسان خودتان است، که نفر گفت که بایبل قرآن از بایبل کاپی شده نمیرویش بکش بگو کجا مره همین آیت نشان بده، یک تانش نشان بده. همین پورنگرافی لکچرهای تقریبا این لکچر هفتم است، هشتمش در راست، نومش در را باشه. از همه قدر یعنی نیم ساعت چل دقیقه ما صحبت کردیم، از همه قدر یک دونه یک آیت شده قرآن نشان بدن، یک آیت شده وقتی که میگن کپی است. ما از شما میخواییم که شما ویدیوها رو شریک بسازین، از تنها از مره نی، هر کسی که در ارتباط صحبت میکنه، هر کسی که در ارتباط اسلام صحبت میکنه، نه از خرافاتی ها و بدبخت هایی را که در حلقه های درس و نهات تو نشینین. یک روز یک کس ما خوش دارم یک عالم که نامش را بشنام که باید فلان جا آمده، الان میگم بریم بشینیم سعی کنیم چی میگن. یک روز یک نفر ما را گفت الک فلانی آمده، الک فلان نفر آمده، فلان نامش کلان نام گرفتن، خب بیا بریم سعی کنیم چی میگن. رفتیم ششتیم، هم نفر که می شروع کنه انسان میفهمه که مسیر آخرش کجا ختم میشه. گفت ولی ما بزرگای ما میگه. گفتم خب چی میگه؟ بزرگا که گفت، گفتم انا لله و انا الیه راجعون. گفت برای ما میگه که وقتی که در یک حلقه ششته بودین دیگر را فکر کنین که اصحاب کف است، خودتان را فکر کنین که سگ اصحاب کف استین. استغفر الله چی میگی کاکا؟ یخو گفتم فاول زد او آدم، گفتم ما را خوردی خو فاول زد. از صدا کردیمش خودش داشت پس خانه بوده که گفتیم بگی چی میگه؟ گفت چی میگه؟ گفتم تو همه تو گفت فاولشون شاید گفت راست میگی چی چای دست کو تو چند نفر دیگه مشتا بر پرسان شون کو کلیگ پرسان کت فال احمد تو گفت یک نفر نه بود بیر رفتن بود بوتا خپوش دوت کردم رفت ما کمش گرفت چی میگی چی گفتم گفت تو گفتی که در حلقه درس در جشتگی باش آدم دگار اصحاب کف فکر کنین خدا سگ اصحاب کف آل ماسک کدام جای آمدیم که بیایم گپ یک سگ بشنیم تو سگ اصحاب کف خدا جور کردی نگفت نگفتیم نگفتیم قطعاً گفت من نگفتم منکر شد یعنی اگر ریکارد کامرا بچه داره چایدا بود عینی چایدا بود چند نفر سه نفر هم نبود پنج شش نفر بود گفت نگفتیم میره تو برو گفتم که میگه نگفتیم همی برش یک درس باشه که در دیگه جای نگویه خوب شد که تو نگفت که خدا اصحاب کف فکر کنید نگرا را سگ اصحاب کف کوچه که نیخ بجانش میخیستیم اما گفت دیگرا را اصحاب کف فکر کنید خدا سگ اصحاب کف در این رقم القای درس من نمیگم تانه پیش علما انسانایی که به قرآن و سنت دعوت میکنن انسانایی که شما را بیداری میتن بیداری اسلامی میتن اونا رو حمایت کنین هیچ کار کنه میتن وقت سخن شیرین دان حمایتشان کنین. هذا و اقول قولی و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.